دیابت بیماریه که بارها اسمش رو شنیدیم. آیا میدونستید که دیابت مادر همه بیماری هاست؟ یه بیماری مزمن که روند سوخت و ساز قند توی بدن رو تحت تاثیر قرار میده. بدن ما برای تامین انرژی به مواد گوناگونی نیاز داره که این مواد توی بدن به قند و گلوکوز تبدیل میشه. حالا اگه به هر دلیلی گلوکوز از طریق خون وارد سلول ها نشه و در جریان خون بمونه، میزان قند خون توی بدن بالا میره و فرد مبتلا به دیابت میشه. سلام دوستان، به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. همونطور که متوجه شدید امروز میخوایم راجع به دیابت و راههای کنترل اون صحبت کنیم. لطفا همین الان کلیپ رو لایک کن و ادامه کلیپ رو ببین. دوستان همونطور که عرض کردم اگه گلوکوز داخل خون بمونه و خارج نشه باعث ابتلا فرد به دیابت میشه. حالا چیزی که باعث میشه این قند جذب نشه هورمونی به اسم انسولین. انسولین از لوزالمعده ترشح میشه و باعث ورود قند به سلول ها میشه. پس در نتیجه میشه گفت که علت بروز دیابت کمبود انسولین توی بدنه. دیابت به دو دسته تقسیم میشه، نوع 1 و نوع 2، که علائم و عوارض هر دو تقریبا یکسانه و تفاوتشون در زمان ابتلا و نوع ابتلا به اونه. اگه بخوایم به طور مختصر هر کدوم رو جداگونه بررسی کنیم، باید خدمتتون عرض کنم که دیابت نوع 1 بیماری ژنتیکیه که معمولا از دوران کودکی فرد شروع میشه. پزشکان اینو دیابت رو بیماری خود ایمنی میدونن، یعنی فرد با قرار گرفتن در معرض بعضی عوامل به دلیل تحریک سیستم ایمنی سلول‌های تولید کننده انسولین در لوزالمعده رو از دست میده. پیشینه خانوادگی، سن، ژنتیک و حتی موقعیت جغرافیایی در بروز این دیابت تاثیر داره. دیابت نوع 2 زمانی رخ میده که فرد نسبت به انسولین مقاومت نشون میده، یعنی لوزالمعده انسولین لازم رو تولید میکنه اما بدن نمیتونه از اون استفاده کنه. عوامل زیادی مثل سبک زندگی، عدم تحرک، اضافه وزن و نوع تغذیه در بروز و شدت این نوع دیابت نقش داره. دیابت نوع 2 معمولا در افراد بالای 40 سال خودش رو نشون میده و جنبه ارثیش نسبت به نوع 1 بیشتره. از طرفی افرادی که چربی زیادی در قسمت کمر دارن یا دارای تخمدان پولیکیستیک هستن بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستن. دوستان اگه تا اینجا از مطالب استفاده کردید و لایک نکردید ممنون میشم الان لایک رو بزنید و سابسکرایب هم کنید که مطالب بقیه پیج رو از دست ندید. نکته مهم در مورد دیابت خاموش بودن این بیماریه، یعنی فرد زمانی متوجه وجود اون میشه که بیماری علائم خیلی شدیدی از خودش نشون داده و عوارض اون فرد رو درگیر کرده. هر دو نوع دیابت علائم یکسانی دارن که میشه تشنگی زیاد، تکرر ادرار، احساس خستگی زیاد، احساس گرسنگی بیش از حد، خشکی دهان و پوست، کاهش وزن، تاری دید و اختلال توی روند بهبودی زخم ها. البته در دیابت نوع 1 فرد احساس تهوع استفراغ هم داره که به دلیل کمبود انرژی و سوزوندن چربی هاست و همچنین در دیابت نوع 2 فرد گاهی از احساس سوزن شدن در دست و پای خود و خوب نشدن زخم ها به خصوص زخم های انگشتان دست پا هم شکایت داره. دیابت نوع 2 بیشترین آمار درگیر رو در میان مردم داره. این بیماری در سن بالا ایجاد میشه و با رعایت موارد خاص میشه از بروزش جلوگیری کرد. مواردی مثل کم کردن مصرف مواد قندی، افزایش تحرک، دوری از استرس، مصرف آب، کم کردن وزن، که هر کدوم از این موارد به کنترل و کاهش میزان قند خون فرد کمک فراوانی میکنه. حالا راههای درمان دیابت رو در نوع 1 بررسی کنیم. تجویز دارو، تغییر سبک زندگی و در موارد حاد اگه دو مورد اول جوابگو نبود جراحی برای پانکراسشون پیشنهاد میشه که در کنار این روش دارودرمانی همچنان ادامه پیدا میکنه. در دیابت نوع 2 چون بیشتر مربوط به سبک زندگی افراد است، پس با تغییر سبک زندگی میشه این بیماری رو کاملا درمان یا تا حد زیادی کنترل کرد. در کنار رژیم غذایی ورزش کردن هم بسیار کمک کننده هست، اما اگه این روش ها مؤثر نباشه و قند خون کنترل نشه پزشک مصرف داروهایی مثل انسولین رو تجویز میکنه. یادتون باشه که فرد دیابتی حتما باید چند بار در روز میزان قند خونش رو اندازه‌گیری کنه. در کنار این راههای درمان، درمانهای گیاهی هم میتونه کمک کننده باشه، مثل مصرف ریحان، دمنوش بابونه، دارچین و زردچوبه، عرق خارمریم و گیاه گزنو، چای سبز. اما نکته بسیار مهم اینه که این درمانهای گیاهی باید با مشورت پزشک متخصص انجام بشه، چون ممکنه با مصرف بیش از حد این گیاهان باعث عارضه دیگه بشه. همونطور که گفتیم دیابت یه بیماری خاموشه، پس
اگه به موقع تشخیص داده نشه عوارض جبران ناپذیری برای شما خواهد داشت. پس حتما با پیروی از یک سبک زندگی سالم و چکاپ سالانه خودتون رو در برابر مادر بیماری‌ها ایمن کنید. ممنون که ما رو همراهی کردید. روز خوش. خدا نگهدار.